اهم اخبار ایران و جهان کارشناس محیط زیست میگوید 15 میلیارد لیتر مازوتی که روی دست ایران مانده در پالایشگاه ها می‌سوزد اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست اعلام کرده که 15 میلیارد لیتر مازوتی که قرار بود به امارات عربی متحده فروخته شود اکنون در مخازن ایران انبار شده و در پالایشگاه‌های این کشور می‌سوزد کهرم در ادامه گفته از این مقدار از مازوت به دلیل تحریم های آمریکا علیه حکومت ایران روی دست ما مانده و نمیدانیم با آن چه کنیم او در ادامه افزود دوم که با فرا رسیدن فصل سرد سال مصرف گاز خانگی افزایش یافته و در نتیجه گاز به عنوان سوخت سالم به نیروگاه ها نرسیده است این مشاور پیشین سازمان محیط زیست ایران با تاکید بر اینکه شاخص آلودگی هوا به درستی به مردم اعلام نمی شود ادامه داد آقایان آن را با جابجایی به مردم عنوان می کنند. البته او در ادامه تاکید کرده به حدی گفتند دروغ های این چونینی را به مردم که اعتماد عمومی نسبت به اطلاع رسانی در این زمینه سلب شده است و همچنین بلند مرتبه سازی در دوره شهرداری قالیباف را مانی در مسیر باد در تهران دانسته و گفت این امر باعث ساکن شدن هوا شده و همین پایداری هوا اسباب تشدید آلایندگی در آسمان تهران را فراهم کرده است گفتنی نیست، حکومت به خوبی از نوع آلودگی هوا در تهران و هفت کلان شهر ایران واقع است اما در این زمینه کاری نمی کند او ترجیح میدهد که مردم ایران بمیرند اما از لحاظ اقتصادی ورشکست و یا دچار نقصان مالی نشود بر اساس آخرین آمار و اظهارات و مقام وزارت به بهداشت حکومت شرایط کرونا در ایران حساس و شکننده شده است در طول 24 ساعت گذشته 110 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند به تازگی نیز انجمن ایمونولوژی ایران در بیانیه تاکید کرده بود که وضعیت همهگیری کرونا در کشور به گونه است که تأخیر در خرید واکسن به مرگ که بیشتری منجر خواهد شد در ادامه این خبر سعید نمکی وزیر بهداشت وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که متاسفانه اولین مورد کرونا انگلیسی در یک منطقه از شهرهای کردستان پیدا شده او متعلق به یکی از هموطنان است که وی در یکی از بیمارستانهای خصوصی ما بستری بود پیشتر نیز فایزر و مدرنا اعلام کرده بودند که واکسن آنها بدن را در برابر هر گونه ی ویروس جدید جهش یافته کرونا محافظت می کند. جمهوری اسلامی با هر روز تاخیر صدها نفر را در ایران به کشتن میدهد. آخوندها ولی برای خود و خانواده هایشان 15 هزار واکسن فایزر سفارش دادند که یکی از بستگان آخونده آن را در آمریکا خریده و ادعا کردن یک آدم خیر آن را به ایران اهدا کرده است بدین ترتیب حکومت ایران با نخریدن واکسن روزانه قاتل صدها نفر ایرانی است و با آمدن ویروس جهش یافته جدید تعداد فوتی ها نیز جهش خواهند یافت سالی را که علی خامنه آن را جهش زایی نامیده بود گویی در انواع مسائل و مشکلات مردم ایران این امر به چشم میخورد سال جهش سال جهش فقر سال جهش کشتار سال جهش اعدام و سال جهش بیماری و مرگ برای ایرانیان است در توجیه دلیل نپیوستن حکومت ایران به پالرمو مصباحی مقدم فاش ساخت کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند نمیخواهند مبارزه با پولشویی انجام بشود مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام در جمع انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه تباتبایی طبع در اولین جلسه از سلسله جلسات خودش گفته که در کشور کسانی هستند که خودشان دچار پولشویی هستند و نمیخواهند مبارزه با پولشویی در کشور دنبال شود و از این جهت است که دو کنوانسیون پالرمو و سی تصویب نشده است منظور از پولشویی قانونی جلوه دادن وجوه و منابع مالی آلوده است که از نظر منشه از راه فعالیتهای های غیر قانونی و مجرمانه به دست می این وجوه و منابع مالی در جریان پولشویی از مویرک های نظام بانکی به درون شبکه مناسبات بانکی نفوذ کرده و ظاهرا قانونی و پاک و قانونی نشان داده می شود. پیشتر نیز مرتزا سرمدی قائم مقام وزارت خارجه حکومت ایران گفته بود که رقم قاچاق کالا مواد مخدر و سرخ که توسط سپاه پاسداران مدیریت و کنترل می شود 10 تا 15 میلیارد دلار است که قسمت عمده مبلغ با پولشویی وارد سیستم مالی ایران شده است محمد جواد ظریف نیز پیشتر گفته بود که دلیل فضا سازی علیه لوایه مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی دهها هزار میلیارد تومانی برخی افراد و نهادها و سازمانها دانسته و گفته بود که هزینه یک مورد از این فضا سازی ها برابر با بودجه وزارت خارج است برخی از نمایندگان مجلس در واکنش به این سخنان ظریف خواهان استیزاه او شدند و صادق لاریجانی نیز در آن مقام در... که در آن زمان در مقام رئیس قوه قضایی بود گفت که سخنان او خنجری در قلب نظام بود فرماندان سپاه پاسداران و با وابسته به این نهاد امامان جمعه و دیگر منصوبان خامنهای جدیترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شده است آگاهان امور میگویند ابعاد فساد مالی در حکومت آنقدر گسترده شده که به کشورهای دیگر صادر میکنند بنابراین از نظر شخصی نمیخواهند که این قانون تصویب شود علاوه بر این دو علت اساسی دیگر نیز وجود دارد یکی کمک های مالی حکومت ایران به سازمان های تروریستی و دیگری به کار گرفتن انواع شیوه های پولشویی در بازار مالی جهان به هدف دور زدن تحریم های اقتصادی که آمریکا میباشد سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نیاز فوری به اورانیوم 20 درصد نداریم ولی چرا نباید ذخیره کنیم به روز کمال سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر از آغاز قنیسازی 20 درصد در سایت هسته‌ای فرودو خبر داد و گفت از روز پیش مواد 4.5 درصد از نتنز به فرودو انتقال داده شد و فرایند افزایش قنیسازی از ساعت هفت آغاز شد و ساعت دوازده دوشنبه شب این فرایند تکمیل شد او در ادامه تاکید کرد طبق قانون اقدام راپوردی برای لغو تحریم ها مسبب مجلس باید سطح ذخایر اورانیوم با غنای 20 درصد را تا پایان سال جاری در کمتر از سه ماه به 120 کیلوگرم برسانیم کمالبندی در ادامه گفت ذخیره سازی 120 کیلو اورانیوم با غنای 20 نیازمند یک سری کارهای فنی و پادمانی است. او تاکید کرد ما چهار روز پیش به آژانس بین انرژی اتمی نامه نوشتیم و اعلام کردیم که ما به 20 درصد قنا نیاز داریم و دو روز پیش هم نامه دیگری نوشتیم و به آژانس اطلاع دادیم که ما چنین اقدامی را انجام می دهیم. کمالوندی در ادامه گفت سال 89 نیز سوخت 20 درصد را تولید کرده بودیم و ظرفیت رسیدن به غنیسازی 20 درصد جدید نیست و حتی ما توانایی غنیسازی بالاتر از 20 درصد را هم به راحتی داریم و در حال بررسی که آن هستیم این در حالی است که اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده اصلی برجام بارها مقامات ایران را از افزایش میزان غنیسازی به 20 درصد برحذر داشته است صنعت قاسم سلیمانی از برنج هستی تا قاب داشت برده خود رو. احسان مهرابی با انتشار مقاله با عنوان صنعت قاسم سلیمانی در ایران وایر نوشته است. صنعت قاسم سلیمانی عنوانی است که می بر پروژه های مختلف این روزها در حکومت ایران گذاشت. پس از یک وقفه سی ساله و پایان یافتن سوجه تبلیغاتی رژیم درباره جنگ ایران و عراق و, و فرماندهان کشته شده در جنگ کشته شدن سلیمانی خون جدیدی را به دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی تصریح کرده است این تحلیلگر ایرانی در ادامه نوشته در این میان نهادهای مختلفی در سال مرگ کشته شدن سلیمانی گوی سبقت را از یکدیگر در انجام پروژه هایی به نام او می باید. وزارت به بهداشت همه یه ترخواهی مربوط به یافتن بیماران مبتلا به کرونا را به نام او نامگذاری کرده. آموزش و پرورش نیز از نامگذاری یک مدرسه با این عنوان خبر داده. در این میان صدا سیما نیز بیکار ننشسته و در تبلیغات خود از تولید برنج هستهای رقم شهریار در مازندران همزمان با سالمرگ سلیمانی خبر داده و ایران خود رو نیز از افتتاح خط تولید فریم داشبورد دنا به نام او گفته است مهرابی در ادامه نوشته است در ادامه این پروژه سازی ها شرکت تولیدی هایراتا خط تولید لوازم خانگی را با عنوان سلیمانی را اندازی کرده که مسئولات یخچال فریزر، اجاق و, و ماشین لباسشویی را برای افراد کم درآمد با حداقل قیمت و بدون در نظر گرفتن سود تولید می کند. او در ادامه نگاشته است در این فضا زندانیان جرایم غیر هم بی نصیب نمانده و آنان را در طرحی به نام نظر آزادی برای سلیمانی آسمانی آزاد کردند. میرابی نوشته است این نامگذاری ها هزینه جدیدی را ایجاد نمی کند و تنها یک نامگذاری است اما در این میان طرحهای تبلیغاتی نیز اجرا شده که بر اساس برآوردها میلیاردها تومان هزینه دارد او در ادامه افزود حالا دیگر توضیح کتاب و دیگر اقلام اهدای ماست توزیع غذا بین نیازمندان برگزاری مراسم شب شعر و نمایشگاه کتاب از جمله بخش‌های این تبلیغات حکومت برای سلیمانی بوده است حتی در این شرایط کرونایی بالا آلودگی هوا در تهران همایش رسانه و مکتب سلیمانی با حضور دخترش زینب سلیمانی برگزار شده مهرابی در خاتمه نوشته است البته حکایت به اینجا خط نمی شود و حکومت انواع مسابقه های ورزشی که به دلیل کرونا تعطیل شده بود را نیز با نام سلیمانی برگزار کرده است شهرداری نیز در این میان بیکار ننشسته و پایتخت و شهرستانها را در بیلبورد و ساختن مجسمه و پستر گویی با هم مسابقه گذاشتند و تا جایی که دو دیوار نگاری و ویدیو مپینگ هم روی برج آزادی به نمایش گذاشتند یادآور می شود بودجه این طرحها توسط نهادهای دولتی پرداخت می شود هایی که حکومت آنها را اعلام نمی کند. تنها بودجه شفاف درباره قاسم سلیمانی بودجه که 10 میلیارد تومانی بنیاد او در سال 99 بود. موضوع این بودجه نیست پس از انتشار گزارش ها درباره بودجه 8 میلیارد و 500 میلیون تومانی این بنیاد در سال 1400 مطرح شد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد شیرین نجفی همکار روح الله زم و مهره حکومت ایران در زندان است. غلام حسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد درباره که پرونده روح لازم و رسیدگی به پرونده همدستان او از جمله شیرین نجفی گفت این پرونده ابعاد گسترده دارد بخشی منتهی به رأی شده اما این پرونده به اتمام نرسیده اخیرا از نایه دادگاه بعد از صدور کیفرخواست در مورد شش نفر دیگر از متهمان این پرونده حکم صادر شده و شش نفر به محکومیت حبس دو تا ده سال محکوم شدند او در توضیحاتش نامی از این افراد نبرد اسماعیلی در ادامه افزود: شیرین نجفی در زمره افرادی است که دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و حکم صادر شده و محکومیت یافته اما چون قطعی نشده و در مرحله تجدید نظر است از بیان عناوین اتهامی و موضوعات مربوط به میزان دقیق آنها معذورم در مورد نفر دیگر در پرونده کیفرخواست نیز پرونده وی صادر شده و هفته آینده دادگاه او برگزار می شود. اسماعیلی درباره پیگیری حقوقی پرونده کشته شدن سلیمانی و نقش آلمان در این ترور و همچنین آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور فخری زاده گفته که پرونده سلیمانی و همراهان بی در دادسرای ویژه امور بین المللی تهران تشکیل شده و تحقیقات جامع و مفصلی در ارتباط با فرایند عملیات کشته شدن بی و نیابت‌های قضایی به کشورهای مختلف ارسال شده است. او در ادامه گفت از برخی از این کشورها اسناد خوبی به دست ما رسیده و یکایی یک که عوامل یعنی 48 نفر از رئیس جمهوری آمریکا که عامل اصلی ترور بود تا فرماندهان و مقامات مختلف شناسایی و به پلیس بین الملل ارسال شد. اسماعیلی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نیز گفت در این پرونده در دو بخش اقدامات خوبی انجام شده که یکی پرداخت قرامت است و دیگری رسیدگی قضایی. او در ادامه ادعا کرد جبه سیاه بازخانی شده و اطلاعات جبه سیاه در اختیار بازپرس قرار گرفت. تحقیقات این پرونده تکمیل شد و شاید تا پایان ماه جاری به دادگاه ارسال شود. او در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز گفت بارها توضیح داده این به مجازات کیفری و استرداد انبال محکوم شد و اموال داخل کشور شناسایی و توقیف شد و در اختیار سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفت.